هممیهنان عزیز و بزرگوارم، درود بر شما. به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز مهشید 31 اردیبهشت ماه 2583 ایرانیه و 20 از ماه می 2024 و شما بیننده و شنونده تفسیر سیاسی ایران شهر هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. من نمیفهمم شما هنوز دنبال خبری مرگ رئیسی هستین؟ از تو صدا سیما کلی دنیا دارن خوشحالی میکنن از سقط شدنش. بابا خرس خوردنش یا آروغ هم زدن روش تموم شد رفت. ای جانم، نمیدونی من امروز چقدر شادم. قهرمانان شما جلادان ما هستند، عزای شما شادی ماست. نورافشانی آسمان سقز، شهر جینا به مناسبت مرگ جلاد. بجی کردستان، جنجیان آزادی به مناسبت مرگ جلاد. بجی کردستان، جنجیان آزادی. گزارش رو میگیرم برای گزارشگر خوب من و تو. بعد از مدت ها یه خبر خوب رسید. این سه تا کثافت امیدوارم به درک واصل شده باشن. خدا وکیلی نمیدونی چقدر خوشحالیم. خب هم میهنان عزیز و بزرگوارم، در لحظه که داریم این برنامه رو ضبط میکنیم و تا این ساعت اصولا دیگه نتیجه کاملا مشخص شده که سانحه‌ای که برای ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان اتفاق افتاده چی هست و نتیجه چه بوده. گذشته از اینکه شب گذشته من از ابتدا برای شما گفتم که نتیجه چیه، یعنی دقیقا همین بود و شما میدونستین از شب گذشته، اما رژیم به دلایلی که بخشش رو شب گذشته بهش اشاره کردم بخشم بهش خواهم پرداخت، نمیخواست که اعلام بکنه که دقیقاً موضوع چیه و چه نتیجه‌ای هست. اما علی خامنه‌ای از همون لحظات اول میدونست که نتیجه چیه و در سخنرانی که کرده بود و حرفایی که زده بود مشخص بود که واقعاً ضربه بزرگی خورده. اصولاً کمر علی خامنه‌ای الان شکسته، دلش رو اینجا خواهم پرداخت. مخمصه بسیار بزرگی پیش روی علی خامنه‌ایه، یا باید با یک انقلاب ملی روبرو بشه علی خامنه‌ای، یا باید درگیر یک جنگ خارجی بشه. هیچ راه دیگه به جز این وجود نداره. الان با من همراه باشید تا متوجه بشید داستان چیه. خب در ابتدا باید به این پرداخت که شب گذشته واقعا یک فاجعه و یک افتضاح بزرگ برای رژیم رقم خورد. رژیم نتیجه رو از ابتدا میدونست، اما برای اینکه بتونه زمان بخره و یه مقدار دستگاه‌های سرکوب و همه چیز رو آماده بکنه در کشور، از جمله تبلیغات، آمادگی و همه اینا رو آماده بکنه، برای امروز نیاز داشت که یه مقدار دوباره سیرک را بنزن. یعنی همه چیز رژیم ظاهریه، سیرک نمایشه. مثل زیارت عاشوراشون دروغه، مثل تعزیه خونشون دروغه، مثل خود شیعه گری که همه چیزش از ایرانیان و از بعضن از زرتشتیان دزدیده شده، بعدن از تمدن و تفکر ایرانی دزدیده شده، همه چیزش دروغه. از جمله انتخابات اینا میدونین که سیرکه، یعنی نمایش برگزار میکنن، همش نمایشه. رژیم شب گذشته نیاز به یک نمایش داشت، نمایش برگزار کرد، اما خود این نمایش بی نهایت خفت بار بود برای رژیم. شما تصور بکنید از همون لحظات اول اسرائیل اعلام کرد که آقا دقیقاً این هلیکوپتر کجا سقوط کرد. یعنی اسرائیل اون نقطه رو سازمان‌های اطلاعاتی و اکانت‌هایی که با این سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیلی در تماس هستن، نقطه رو روی نقشه نشون دادن.
خب سپاه چند بار اشتباه کرده بود در ردیابی منطقه. نمیدونم گفتن آقا ما بوی سوخت هلیکوپتر رو به مشام خورده داریم پیدا میکنیم، بعد نگو اصلا بوی سوخت خودروهای خودشون بوده. ببین آخه چی باید گفت؟ به قدر اینا خنده دار داستان و اینا من باید گفتش که مردم ایران به شدت شادن امروز و اصلا از این شادی خودتون خجالت زده نماشید، کاملا شاد باشید. دلایلش رو دوباره اشاره خواهم کرد در این بخش. به شدت سرافکندگی بزرگی بود، تا جایی که کشورهای دیگه ترکیه پهباد فرستاده که نقطه دقیق رو که الان پیدا کردن ترکا نشون دادن به اینا. یعنی رژیم اسلامی کلکسیون پهباده، هیچ کدوم از این پهبادها امکان این رو نداره که حتی در خاک خود ایران یه نقطه که تصادف شده و مهمترین شخصیت سیاسیشون که رئیس جمهورشون باشه به اصطلاح اونجا کشته شده احتمالاً، برن اینو پیدا بکنن. ترکیه پهباد فرستاده که دوربین دید در شب داره فقط. ببینید چقدر اینا سیستمشون مسخره است. یعنی شب گذشته تحقیر بزرگی بود برای رژیم که حتی یه پهباد شناسایی درست حسابی ندارن و اینا ما پرداختیم که حتی یه پهباد درست حسابی هم که اینا داشتن که شاهد 136 بود اونم انگلیسی‌ها طراحی کرده بودن برای اینا. حالا نمیخوام وارد این داستان پهباد بشم، ولی از لحاظ امکانات و واقعا تجسس و یافتن و تمام این داستان شب گذشته تحقیر بزرگی بود برای رژیم. 15-16 ساعت طول کشید تا اونجا که از اون لحظات اول نقطه سرنگون شدن هلیکوپتر شناسایی شده بود رو برن اینو پیدا بکنن، اونم در حالی که این نقطه 3 کیلومتر با یکی از روستاهای آذربایجان شرقی فاصله داشت. 3 کیلومتر همش. بعد اینا میگن آقا ما الان میخوایم قطب جنوب پایگاه بزنیم. آقا شما رئیس جمهور خودتون تو آذربایجان تو کوههای آذربایجان نمیتونید پیدا بکنید، چی داری میگی قطب جنوب؟ بنابراین این سرافکندگی بزرگ رو حالا رژیم نمیتونه از زیرش بیرون بیاد. این اوله. نکته دوم این بود که از ابتدا مشخص بود که اینا مردن. خب در لحظه که من دارم این صحبت رو برای شما ضبط میکنم، رئیس جمعیت هلال احمر گفته که هیچ کس زنده نیست. خب معنیش اینه که همه مردن. کیا مردن؟ ابراهیم رئیسی رئیس جمهور رژیم، وزیر خارجه رژیم حسین امین عبداللهیان، چند نفر دیگه از مقامات استانی، دو سه تاشون آخوندن سیدن اتفاقا و اینا مردن. همه آدمای مهم اتفاقا در این هلیکوپتر بوده و اینا مردن. صحبت از این میشه که و الان رسانه‌های خارجی هم این رو تایید کردن و گزارش کردن که هیچکس زنده نمونده. خب بنابراین الان وارد یک مرحله جدید میشیم. خب مشخص شد که دیگه رئیسی و امیر عبداللهیانی در کار نیست. این دو نفر هم الان کسانی بودن که تمام این مراودات رو در چندین نقطه داشتن انجام میدادن. در مورد عربستان، در مورد شما خیال بکنید آذربایجان، روز گذشته که ابراهیم رئیسی با علیف دیدار کرده اونجا گفته که ملت ایران و آذربایجان متنفرن از اسرائیل. خب ببینید شما نمیتونی بری همچین دیداری بکنی و منتظر باشی که تبعاتی نداشته باشه. آذربایجان نزدیکترین همپیمان اسرائیل در اون منطقه، جمهوری باکو منظورمه دیگه، میدونید. بنابراین شما نمیتونی بری چنین کارهایی بکنی. بعد مثلا بری تو اروپا برات فرش قرمز بندازن بعد از کشتار خیابانی که انجام دادی به جایزه بدن. یعنی این شرایط رو نمیشه ادامه داد. بنابراین می‌رسیم به چی؟ اینکه تبعات سیاسی این داستان چیه و چه خواهد شد. ببینید اول اینکه علی خامنه‌ای شب گذشته میدونست که چه اتفاقی افتاده، برای همین اومد گفتش که نگران نباشید کشور به هم نخواهد ریخت. ببینید برای چی باید شما چنین حرفی بزنید اگه نمیدونی نتیجه چیه؟ خب دوان که چرا کشور به هم بریزه؟ یه نفر مرده، حالا دو سه نفر مردن، برای چی کسی به هم بریز؟ برای کسی مثلا کارش متوقف بشه؟ مگر اینکه قصد و غرضی پشت این اتفاق بوده. خب اون وقت معنی میده. ببینید الان خیلی من صحبت از این میکنن که نمیدونم ابراهیم رئیسی جانشین رهبر بوده، نمیدونم کاندیدا بوده. نزد من ابراهیم رئیسی جزئی از یک دوباره سیرک بود، همش سیرکه دیگه، این نمایشه. مشتبه خامنه‌ای هرگز اجازه نمیداد که ابراهیم رئیسی اصلا مطرح بشه. واقعا من در یک برنامه مفصل به این موضوع پرداختم قبلا. اصلا مسخره بازی خیال بکن که مشتبه خامنه‌ای میذاشت که مثلا ابراهیم رئیسی یک کسی مثل این رهبر بشه. خب اینا نیاز به این سیرکا دارن. چرا؟ بخاطر اینکه بیان بگن که آقا ببینید در ایران و در رژیم اسلامی الان یک سیستم دموکراتیک هست که مثلا امثال اوباشی مثل مهدی خلجی برن تئوری بدن. تئوری داده بود رادیو فردا منتشر کرده. تئوریش چیه؟ دموکراسی هایبریدی جمهوری اسلامی. اینا نیاز دارن به این مترسک و به این داستان و به کل این سیر که بیان بگن که آقا رژیم اسلامی هم نوعی دموکراسیه و شما همین رو باید بپذیرید. و حتی در مورد رهبر رژیم اسلامی
اینا از پیش تعیین شده نیست و یک پروسه‌ای وجود داره و اینا دموکراتیکه و این صحبتو. رئیسی جزء این سیرک بود، یعنی واقعا کسی تصور میکرد که رئیسی میتونه جانشین علی خامنه‌ای باشه؟ علی خامنه‌ای آدم باهوشیه، رئیسی وحشی بود، آدم کش بود، ولی علی خامنه‌ای سیاستمدار باهوشیه که تا الان دووم آورده، همه رو کشته، خوش زنده مونده. یعنی تصور نکنی که کسی به این سادگی میتونه جانشین علی خامنه‌ای بشه. اگر کسی بتونه بشه، واقعا کسی مثل تو خانواده خودش به نظر من مجتبی خامنه‌ای میتونه بشه. چرا؟ چون اینا نشون دادن که آدمای باهوش و تیزهوشی هستن و اصولا یک چیزی که ما در تمدن ایران اصلا اینو درک کردیم، اینا که یکی از وظایفی که یک پدر خانواده یا مادر خانواده داره این که نسلی بهتر از خودش در آنچه که هست تربیت بکنه. یعنی یکی از وظایف انسانه. خب که ما اینو در بازسازی فکری که در این تئوریمون داریم مطرح میکنیم و یکی از وظایف شما هم اینه که فرزندی به دنیا بیارید که اول انگیزه زندگی داشته باشه، دوم اینکه به دنبال پیروزی و نبرد زندگی باشه، حالا در هر سطحی که هستش، و بهتر از شما باشه. این آدمای تیزهوش و حالا بعضی هم آدمکش مثل این، مثل علی خامنه ای، اینا به خوبی این موضوع رو درک کردن. مجتبی خامنه ای واقعا قرار بوده رهبر رژیم اسلامی بشه بعد از علی خامنه ای. خب اینو سالها پیش علی خامنه‌ای رفت تو قم، مثلا دهن همه آخوندها و آیت الله رو اونجا بست، گفت آقا خفه شید، پسر من جانشین خواهد. و چون اونا اعتراض میکردن که برای چی پسر تو اینقدر ثروت و قدرت در اختیارش قرار گرفته، بنابراین این داستانی که این جانشین رهبر بوده، اونم کانده بود، این چرت و پرت رو بذار کنار، مسخره بازیه. این که خیال بکن این آدم قزویت، این میتونست مثلا حتی نزدیک بشه به اینا، این فقط یک نوکر تمام عیار بود. اولین نظر نظری که من در رئیس داشتم اینه که یک نسخه فوق العاده احمق‌تر از خود علی خامنه‌ای و فقط یک حلقه به گوشه. خب بنابراین الان با این موضوع روبرو میشه علی خامنه‌ای که این نوکر حلقه به گوش مرده و دیگه نیست، کلی از کار رو عقب افتاده. در این حال اما الان دقیقاً شایبه‌هایی که من شب گذشته مطرح کردم در خود رژیم داره مطرح میشه که این اتفاق باید به این پرداخت که چطور اتفاق افتاده. اجازه بدید من یه نکته عرض کنم خدمتتون. میدونید زمانی که هلیکوپتری دچار حادثه میشه، ممکنه مشکل فنی باشه، ممکنه مشکل آب و هوا باشه، ممکنه گزینه‌های دیگه هم هست. زمانی که هلیکوپتر دچار سانحه میشه، غیر از مشکل فنی و مشکل آب و هوا، ممکنه مشکلات دیگه هم پیش بیاد. یه مسئله رو ما در جمهوری آذربایجان داریم و اون حضور صهیونیست‌ها و موساد تو اون منطقه هستش. امید داریم، امید ما این هستش که الان آقای رئیس جمهور صحیح و سالم در یک محیطی باشن، حالا دسترسی بهشون سخت شده به خاطر حادثه‌ای که پیش اومده، ولی این در نهایت بررسی خواهد شد توسط نهادهای مربوطه در کشور. و از این جهت ضمن احترامی که جمهوری اسلامی برای همسایگانش قائل هست، همیشه یک نکته تکرار شده که این همسایگان نباید محیطی باشن برای اینکه ضربه ای به جمهوری اسلامی وارد بشه. نکته هستش که قاعدتا مقامات آذربایجان هم به اون توجه. من قطعا به شما میگم این کار اسرائیل، هیچ شکی در این مورد نشه باشید. بسیاری میگن که آقا این نه کار خود رژیم، نه عزیز من، ببینید یک چنین نوکر و سیستم بسیار خوبی مثل امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی، خود علی خامنه‌ای اینا رو دستچین کرده بود. قدرت رو در رژیم اسلامی علی خامنه‌ای و سپاه داره. کسی یا باید فوق العاده متخصص این کار باشه که بخواد این کار انجام بده مثل موساد، یا اینکه خود سپاهی ها باید باشن. سپاهی ها که قطعا نبودن، اما موساد در اولین اظهار نظره شب گذشته عکس یک هلیکوپتر رو اکانت رسمی موساد منتشر میکنه که زمین خورده و نابود شده. یعنی این پیام مشخص از اسرائیل. خب در این شرایط صحبت از این خواهد شد که چطور این اتفاق افتاده. ببینید اینکه کار اسرائیل بوده، قطعا کار اسرائیل بوده، من هیچ شکی در این مورد ندارم، اما اینکه این اطلاعات بیرون بیاد یا نیاد انتخاب علی خامنه ای خواهد بود. ببینید زمانی که رژیم هواپیمای اوکراینی رو زد، اون داستان متفاوت بود. اولا که یک هواپیمای غیر نظامی بود، دوم در یک فرودگاه بود، سوم که یک پرواز خارجی بود، کلی مسافر و آدم خارجی درش بود، چهارم که هواپیمای جت جعبه سیاه داره و خیلی چیزهای متفاوت تری از هلیکوپتر داره و بسیاری از این پروازهای هواپیمای جت هم تحت نظارت سایت‌های بین‌المللیه. بنابراین اونجا رژیم اسلامی بعد از 3 روز ناچار شد بیاد بگه که آقا ما زدیم. خب واقعیت رو بگه. اینجا اما داستان چیز دیگه ایه. اینجا علی خامنه‌ای حتی اگر بمب گذاشته باشن، حتی اگر ما نمی‌دونیم، حتی اگر بمب گذاشته باشن که به نظر من میتونه حتی خرابکاری خیلی ساده‌تر باشه، یعنی تعویض یک قطعه، یک قطعه‌ای که قرار بوده
یه کاری انجام بده تو هلیکوپتر رو عوض کرده باشن. نه بمب باشه نه چی، فقط اینکه هلیکوپتر دچار نقص فنی میشه به عمد و سقوط میکنه. اینو خود رژیم خیلی سریع متوجه خواهد شد. اما اینی که بگه به دیگران یا نگه انتخاب علی خامنه ای. خب علی خامنه ای چی رو مد نظر قرار خواهد داد؟ ببینید الان صحبت از این که قانون اساسی رژیم اسلامی که اینا هر کجای این قانون خودشون نقض کردن هزاران بار، علی خامنه ای شخصا شاید 100 بار شخصا نقض کرده باشه. خب حالا تو از این که قانون اساسی جمهوری اسلامی 40 روز یا 50 روز وقت داده که باید رئیس جمهور جدید با انتخابات دوباره انتخاب بشه. خب ببینید اینکه بسیار بسیار حزب امیر عبداللهیان و ابراهیم رئیسی حساب شده بوده هیچ شکی درش نیست. چرا؟ بخاطر اینکه الان به اینجا میرسیم که اولا که وقتی 3 سال پیش ابراهیم رئیسی رو علی خامنه‌ای آورد بالا، اون زمان با اولین تحریم انتخاباتی روبرو شد واقعا. خب و بسیار بسیار مشارکت پایین بود. 3 انتخابات که اگر تا اون زمان تا الان برگزار شده باشه فاجعه بوده. جوری که الان وزیر ارتباطات خود رئیسی چند روز پیش بهش پرداختم یادتون باشه که اصلا صحبت از این میکنه که دیگه مردم نیان تو صف بیستن، از خونه رأی بدن. معنی چیه؟ معنیش اینه که چون دیگه نمیتونن اصلا صف ایجاد بکنن، میخوان انتخابات رو علنا تعطیل بکنن و به مردم میگن که آقا شما با یک اپلیکیشن رأی بدید و ما به شما میگیم نتیجه چی بوده و دقیقاً نمره خودشون میگن. اما دیگه سرافکندگی نداره تو این سیستم. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه صف خالی وجود نداره، مسجد خالی و مدرسه خالی و صندوق خالی در کار نیست. میتونن ادعا بکنن که آقا 50 میلیون نفر تو خونه رأی دادن نیومدن. چنین ادعایی میتونن بکنن، سیستم هم نشون بده چون خودشون طراحی کردن، شماره رو با دست وارد کردن و هیچ مشکلی وجود نداره. الان علی خامنه‌ای در چنین وضعیه، نمیتونه دوباره یه ابراهیم رئیسی دیگه حتی اگر پیدا بکنه بهش اعتماد بکنه، چنین آدمی باشه و همه اینا بخواد پیدا بکنه که اونم بیاره چنین انتخاباتی برگزار بکنه براش. یعنی چی؟ یعنی با یک فاجعه سیاسی درونی روبروست. مردم ایران دارن میزنن میرقصن، فوق العاده شادن. علی خامنه‌ای شب اومده گفته آقا هول نکن، یه وقت نریز تو خیابون. دوباره همونطور که دقیقاً ما پیش بینی کرده بودیم، شهرهای مختلف کشور نیروی امنیتی و سرکوب و آدمکش آوردن تو خیابون اجیر کردن. دوباره وایسوندن که اگر اتفاقی افتاد مردم بکشن. در چنین شرایطی علی خامنه‌ای نمیتونه بیاد دوباره چنین انتخاباتی که برای رئیسی بود برگزار بکنه. شاید میتونست با این ترفندهایی که الان براتون توضیح دادم در دور دوم میگن که آقا انتخابات عموما غیر حضوری برگزار شد، با اپلیکیشن موبایل برگزار شد و ابراهیم رئیسی بالاترین رأی رو آورد و به جمهوری اسلامی رأی داد ملت ایران و این دروغا رو دوباره بگن. اما الان برای اینکه هیچ آدمی مثل اینو بیارن روی کار در این زمان تنگ، نیاز دارن دوباره همون سیرکو تکرار بکنن که نمیتونن تکرار بکنن، ممکنه حتی به یک آشوب بیانجامه. خب بنابراین علی خامنه‌ای اولا بخواد این راه رو بره، یعنی چی؟ بیاد این حادثه که اتفاق افتاده رو اعلام بکنه که این اتفاق و سانحه بوده. یعنی چی؟ یعنی نقص فنی بوده، اشتباه خلبان بوده، چرت و پرت، چون می‌دونیم دو تا هلیکوپتر دیگه که آدمای مهمتری درش نبودن به سلامت رسیدن و هیچ اتفاقی براشون نیفتاد. چرا یه هلیکوپتر که هم بهتر بوده و هم آدمای مهمتر درش بودن یه همچین اتفاقی براش میفته؟ این بماند که دیگه اصلا خودش گویای همه چیز هست. بنابراین علی خامنه‌ای اگر بخواد اعلام بکنه که این یک نقص فنی بوده و ما انتخابات رو میریم جلو و هیچ مسئله‌ای وجود نداره، با بزرگترین چالش درونی و احتمالاً با موج بعدی انقلاب ملی روبرو خواهد شد. یعنی کشور به هم خواهد ریخت 100%، فوق العاده اوضاع بری خواهد شد، هر جا که بتونن مردم ضربه خواهند زد، احتمالاً موجهای بزرگی رو خواهد داد، با چنین چیزی روبرو خواهد شد چون مردم اصلا در جایی نیستن که واقعا دنبال این باشن که بیان رأی بدن، تاییدیه بدن. یه همچین شرایطی داره جو روانی ایران کلا. خب در این شرایط بنابراین انتخاب اول فاجعه است. انتخاب دوم اما چیز دیگه ای. چیه؟ اینکه علی خامنه‌ای حالا چه کار اسرائیل بوده باشه چه نبوده باشه بیاد اعلام بکنه که این یک خرابکاری خارجی بود. خب این شرایط به علی خامنه این انتخاب رو خواهد داد، چنین تصمیمی که بیاد یک جانبه بسیاری از مثلا قوانینی که خود رژیم اسلامی گذاشته رو، چون وضعیت اضطراری خواهد بود در اون لحظه، نادیده بگیره. مثلا بیاد اعلام جنگ بکنه. خب بگه آقا ما در جنگیم، به ما حمله شده، این خرابکاریه، ما باید جواب بدیم و همه این صحبت‌ها. در حالت جنگ بسیاری از قوانین عادی کشور به حالت تعلیق در میاد. این اصلا در جهان هست، همه کشورها اینو داره. تو این شرایط علی خامنه‌ای میتونه اعلام بکنه که ما چون در جنگ هستیم فعلا انتخابات برگزار نمی‌کنیم. یک نفر رو من
منتسب میکنم به عنوان رئیس دولت که وظایفش رو انجام بده تا زمان که در جنگ نیستیم و دیگه اون زمان انتخابات برگزار میکنه. این یک کاری که بسیاری از رهبران جهان بارها کردن. خب و مثلا معموله در جنگ ها این کار انجام میده. برای نمونه همین الان کابینه جنگ اسرائیل، ببینید یه سری صحبت های سیاسی هست، اما چون اسرائیل در جنگه هیچ کدوم از این صحبت های سیاسی اصلا اهمیتی نداره. یعنی مثلا رقیب سیاسی بنیامین نتانیاهو بنی گانت تهدیداتی کرده، گفته آقا مثلا من از کابینه جنگ خارج میشم، چون الان دیگه جنگ داره تموم میشه، دیگه با آخرین روزاش رسیده در اسرائیل و دیگه به مراحل بالاتر داره میرسه، یعنی رژیم اسلامی. تو از این میشه که آقا ما باید بیرون بیایم از غزه، باید فلان بکنیم، میخواد دنبال بهانه هایی بگرده که مثلا علیه نتانیاهو استفاده کنه. نتانیاهو به عنوان نخست وزیر جنگ گفته که آقا این همش رد. خب و بقیه هم ناچارن با اون همراهی بکنن. چرا؟ چون اسرائیل در جنگه. این در مورد همه کشور جهان هست. در مورد رژیم اسلامی هم علی خامنه ای اگر اعلام جنگ نکنه و بخواد روند عادی به اصطلاح انتخابات در رژیم اسلامی رو بره، به شدت مورد فشار داخلی قرار خواهد گرفت. بنابراین این دو انتخاب رو داره علی خامنه ای. اینکه این اتفاق که افتاده کار اسرائیل بوده و تبعات این در مورد اتفاقات منطقه‌ای چه خواهد بود، احتمالاً در بخش‌های بعدی پادکست خواهم پرداخت بهش، چون بدون شک این مهمترین اتفاقی که طی شاید میشه گفت یک دو سال اخیر در ایران افتاده به لحاظ سیاسی و بسیار بسیار مواظب باشیم در شرایط کنی. حالا اطلاعات جدیدی در این مورد بیرون خواهد آمد، اتفاقاتی خواهد افتاد، اما اینو بدونید اتفاقی که شب گذشته افتاد کمر علی خامنه‌ای رو از وسط به دو نیم کرد به معنای واقعی. یعنی رژیم واقعا دچار سرخوردگی شدید خواهد شد. اگر ملت ایران ببینن در این سرخوردگی شدید میتونن ضربه ای به رژیم اسلامی بزنن، احتمال بسیار زیاد داره که موج بعدی انقلاب ملی شعله ور بشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ اما این رو بدونید از این لحظه به بعد که مرگ ابراهیم رئیسی و امیر عبداللهیان قطعی شده، هیچ شکی وجود نداره که وارد عصر جدیدی برای رژیم اسلامی شدیم که بجز سرخوردگی و شکست چیزی منتظر اون نخواهد. در این حال یادآوری میکنم خوشحال باشید از اتفاقی که افتاده. بسیار میگن که آقا از مرگ یه نفر چرا باید خوشحال باشید؟ ببینید این چرت و پرت رو بذارید کنار. ببینید الان واقعا شما در درون خودتون خوشحال هستید یا نیستید؟ چرا؟ به خاطر اینکه یک جلاد، یک خونخوار، یک ایران ستیز غریبه و بیگانه مرده. سید ابراهیم رئیسی که پدرانش بلند شده بودن از عربستان سعودی بیان ایران این کشور رو غارت بکنن، که او تا حدودی موفق شده بود. الان او گور به گور شده و مرده و لحظه خوشحالی ایرانیانه. بقیهشون هم همین شرایط منتظرشون خواهد بود. به زمان خوشم ما خوشحالی خواهیم کرد و این خوشحالی حق ایرانیانه برای پس گرفتن کشور ایران. پایدار و سرفراز ایران و ایرانی. جاوید شاه تا با خبر بعدی، بدرود.